یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا در شهر واشنگتن با توقیف دامنه‌های اینترنتی دولتی ایران IR مخالفت کرد. قاضی دادگاه در حکم خود آورده دامنه‌های اینترنتی دارایی‌های قابل توقیف محسوب نمی‌شوند. دامنه‌های اینترنتی دولتی سوریه و کره شمالی هم مشمول این قانون شدند. درخواست توقیف دامنه‌های اینترنتی دولتی ایران از سوی یک وکیل اسرائیلی و یک وکیل آمریکایی مطرح شده بود. این دو وکیل شکایت خود را بر پایه یک بمب‌گذاری انتحاری در سال 1997 میلادی در اورشلیم تنظیم کردند که در جریان آن چند شهروند آمریکایی مجروح شدند. در این شکایت با توجه به اینکه حماس مسئولیت این حمله تروریستی را پذیرفته و ایران از حامیان این گروه عنوان شده، درخواست توقیف دامنه‌های اینترنتی دولتی ایران مطرح شد. از آنجا که ایران به طرح دعوی در دادگاه اولیه پاسخ نداد، شاکیان توانستند در سال 2003 میلادی در پرونده پیروز شوند که طبق آن 109 میلیون دلار از اموال ایران به عنوان خسارت به آسیب دیدگان این حمله تروریستی تعلق می گرفت. با این وجود تنها خانه‌ای در ایالت تگزاس متعلق به شاه سابق ایران به ارزش 400 هزار دلار به شاکیان تعلق گرفت و تلاش برای ضبط اموال هنری و باستانی ایران در دانشگاه‌های هاروارد و شیکاگو با عدم موافقت دستگاه قضایی آمریکا بی نتیجه ماند. دامنه‌ها بعضی وقتا ارزش‌های بالایی دارن. بوده بعضی از دامنه‌ها که تا میلیون دلار یا تا چند صد هزار دلار خرید و فروش شده. ولی این بیشتر حالت هم سرقفلی رو داره. مؤسسه آیکان که مدیریت تخصص دامنه‌های اینترنتی به کشورها را در اختیار دارد، پیشتر اعلام کرده بود که دامنه‌های اینترنتی دارایی‌هایی نیستند که قابل توقیف باشند. و تلاش برای مصادره دامنه‌های اینترنتی متعلق به کشورهای ایران، سوریه و کره شمالی در قالب یک شکایت مطرح شده علیه دولت‌های این کشورها درست نیست. این گروهی که اومدن روش دست گذاشتن، خب فکر می‌کنن چندین میلیون دلار به اسمای مثلا فرض کنیم پرزیدنت IR یا اسمای مختلفی که ممکنه توی اون جامعه ارزش مالی داشته باشه دارن روی اون فکر می‌کنن. ولی آیکن خیلی دقیقاً گفته که گفته که این اصلا هیچ مفهومی نداره، به معنی که شما این فرض کنید دادگاه هم بگه IR مال این گروه، بلا فاصله ارزش از دست میده و خرید و فروش نخواهد شد. جان جفری مدیر مؤسسه آیکان با ابراز خوشنودی از حکم دادگاه گفته که این حکم نشان دهنده درک فنی دادگاه و نقش دامنه‌های اینترنتی در فضای منحصر به فرد جهانی و بین‌المللی اینترنت است. با این وجود همچنان حق اعتراض به رأی صادر شده از سوی شاکیان این پرونده وجود دارد. کوروش صحتی، صدای آمریکا.